اصلا نمیخوام از خودم تعریف کنم، اصلا از عادت هم ندارم. ببینین ببینین، من مطمئنم این کلیپ از اون اتفاقاییه که بارها و بارها باید توی برنامه تکرارش کنیم. برمیگردیم. مصطفی زمانی، مصطفی زمانی همین الان توی استدیوی ما نیست، باش گفتگو کردیم. آره اوکی. امسال دومین سالیه که نیستم. نیستی سالتری؟ آره. خوبه؟ نه نه، من مگه مجبور نه؟ بله مگه مجبور نبودم؟ نه، چون ما به شدت به هسته اصلی خانواده اعتقاد داریم، خیلی وابستگی داریم، برادر خواهر و پدر مادر به هم. خب، خاطره پارسال. خاطره پارسال این بود که من برای اولین بار بود تجربه میکردم دور از پدر مادرم باشم و من توی برلین بودم، تو اتاقم ساعت گذاشتم و بیدار شدم. سیب بود تو خونه، سرکه بود. رسیدم فقط فکر کنم 2 دقیقه مونده بود که مثلا چیز بشه. من هم هیچی ندارم. آره دویدم یه سیم کارت گذاشتم اونجا و عکس گرفتم. 1 دقیقه قبل سال تحویل من زنگ زدم به پدر مادرم. اون انتظار نشته من زنگ بزنم یا بیدار بشم و تقریبا میشه گفت که همه با عشق نبودن هم سال تحویل گرفتیم. نه با خیلی خیلی سخت بود. ما 4 تا برادریم یه خواهر. خب نه، یه خاطره هم نه، 4 تا برادریم. 4 برادر. 4 برادری چجوری میشی تو؟ ترتیب چجوریه؟ سومی. همین. من یه بار نشسته بودیم تو خونه، بعد از پدرم پرسیدم که بابا جان اگه قرار بود شما 2 تا بچه داشته باشی کدومه که این 2 تا رو انتخاب میکرد؟ گفت یا 2 تای اول یا 2 تای آخری بابا جان. این جلیتو نبود. آره که رجوع بچه این سوال نمی کنه. ولی به هر حال امیدوارم که سال خوبی برای همه باشه. همین حرف رو زدیم که دیگه قرار بود تبریک بگی به بابا مامانت. سخته، چون هر کی تو دنیا ندونه، شماها میدونید که من اعتقاد دارم به این که پدر مادر ثمره زندگیشون بچه هاشون. خیلی به شماها نیاز دارم، خیلی به نفس گرمتون نیاز دارم برای اینکه باشم، برای اینکه بتونم چیرشم به مشکلات و سختی های راه. و شماها من بهترین کسایی هست که میشناسید و ته قلبم رو میدونید و میدونید که ایمانم به اینه که من ثمره زحمت های شما و ثمره تلاش خودم نیستم. ممنونم بابت لحظه‌ای که برای من زحمت کشیدید و سال نوتون رو تبریک میگم، روی ماهتون رو میبوسم. دعا میکنیم یا حق. خب این بخش رو که دیدید از اون بخش هاییه که زیاد تو برنامه خواهید دید. مصطفی زمانی عزیز و دوست داشتنی خیلی خیلی به برنامه ما لطف داشت، خیلی مهربونی کرد واقعا با یه تماس تلفنی. عازم خارج از کشور بود، الان فکر کنم تو برلینه. یه 2-3 باری هم تماس گرفته برای همین پلی بک و خیلی لطف داشت و خیلی خیلی مهربونی کرد. ممنونم ازش. حال بخشای دیگه هم داره. مصطفی زمانی تو بخشای دیگه هم خواهید دید. بقیه دوستان و بازیگرها رو هم فارغ از اینکه حالا تو بخشای پلی بکمون خواهید دید، اینجا هم حضور دارن، البته با خانواده هاشون و قراره که خیلی نزدیکتر و خیلی صمیمانه‌تر باشون گفتگو کنیم. یه اتفاق ناگواری که توی سال 91 برای هموطن‌های ما افتاد، اتفاق آتش‌سوزی در مدرسه در روستای شیم بود که خب هنرمندهای عزیز رفتن
سر زدن به اون روستا و شکر خدا الان خیلی 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 وضعیتشون خوبه. باید تشکر کنم از همه مسئولین، همه مدیران، همه هنرمندان، همه کسایی که دغدغه اون فضا رو داشتن و شکر خدا مدرسه شوفاژ داره الان و اتفاقات خوبی براش افتاده. یه چند تا پلی بک سریالی آماده شده از سفر هنرمندهامون به روستای شین و حضور هنرمندها که عید رو تبریک گفتن به دختر بچه های 11 ساله روستای شین. اولش رو با هم ببینیم. سلام. 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 به قول شاعر، حال همه ما خوب است. حال همه ما خوب است. حال همه ما خوب است. اما لحظه سال تحویل همه ما یه عالمه آرزو داریم. سعی میکنیم برای همه آدم ها دعا کنیم، به خصوص برای بچه ها. راستش امسال دلمون یه کمی گرفته بود. دلمون برای دخترای 11 ساله شیناباد که امسال عیدشون مثل هر سال نیست گرفته بود. فکر کردیم چیکار میتونیم بکنیم که بدونن به یادشون هستیم، بدونن دوستشون داریم. لطف و کمک شبکه 3 به ما یه فرصت داد که برای دخترای شیناباد یه برنامه بسازیم و تو این برنامه بهشون عید و تبریک بگیم. بگیم که ته ته قلب همه ما جا دارن. بگیم که تو رو خدا امید داشته باشن. دلمون میخواست دخترای شیناباد بدونن همه مسئولین و متخصصان و مردم خوب و مهربون ایران دارن برای بهبودشون تلاش میکنن و فراموششون نکردن. بدونن که هر کسی هر کاری از دستش برمیاد انجام میده تا یه بار دیگه حتی برای یه لحظه لبخند روی صورت قشنگ دخترای شیناباد بشینه. سلام. حال همه ما خوب است. اما امیدوارم که سفر خوبی باشه دیگه. بانیش جلوی دکتر سرکارا تا یه سری دکتر هم گفتن این بچه ها رو مجانی جراحی کنن. اصلا بهره به حال سوال من اینه، چی شد که به این فکر افتادی؟ ببین بهرام رادان اینو در جریانم که اومد توی رادیو با اصلا این حرفا رو زد و قبلش هم مصطفی زمانی و علی کریمی و با دکتر سرکارا حرف زدن. دکتر سرکارا گفتن که خب ما اگه بتونیم بچه ها رو معالجه روشی که در واقع از روشو پس داره ولی اونا میتونن به در واقع به رخ بکشن با این ماجرا. داریم فیلم درست میکنیم، فیلم کوتاه. تا روزی عیدی نوروز لحموتان مبارک بی. حال همه ما خوب است اما سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم در این زمین پهناور، به خصوص عزیزان مهربانم در روستای شین و تمام دخترای زیبا و معصومی که مطمئنم اونقدر قوی هستن و منتظرن که تا یه سال دیگه همه اتفاقای خوب براشون بیفته و ما ببینیمشون اینجا و ببینیم که میشه دوباره به همه اون چیزای خوب برگشت. اینجا همون مدرسه حادثه دیده است. همه دغدغه ما این بود که حتی با وجود مجوزایی که داریم میتونیم کاری از پیش ببریم یا نه. ما 4 تا دکتر هم که میخوان رایگان بچه ها جریان رو بکنیم. علی سلام.
حال شما خوب هستید؟ خواستیم که پیام سال تحویلمون اولا که به بچه تبریک بگیم که تنها نیستن، این روستا رو ما ول نکردیم، یادمون نرفته. شدیم خیلی فرماندهی اینجا زحمت کشیده که بیمارستان های اینجا در حد بضاعتشون همه کار کردن برای بچه ها، ولی دیگه ادامهش اینجا مردم نیست. اون دکترها فهمیدن که چه مشکلاتی اینجا وجود داشته، گفتن که ما اصلا حاضر این بچه ها رایگان جرمه کن که اینقدر هیاهو پیش نیاد. خواهشمند از دست بفرمایید همکاری لازم دارم در بازدید جمعی از روستای شیناباد از رای بکنشم چون میگه الان بهتون زنگ کنم چون اجازه نداریم. من واقعا کاری انجام ندادم، نمیتونم دروغ بگم. این در واقع برنامه رو همکاری کنیم، چون میدونیم که واقعا یه کاریه که ما برای خیر، نه اینکه بگیم آدمای خیلی مهمی هستیم، داریم کار خیر انجام میدیم. این وظیفه شخصی قلبی ماست به عنوان انسان. من آرزوی سعادت دارم برای همه که هموطنام و به خصوص دخترای عزیزم، پسرای عزیزم در روستای شین، و میخوام بهشون بگم که خیلی دوستشون دارم و بهشون فکر میکنم و امیدوارم که یه روزی با خبر سلامتیشون غم دل منم در واقع از بین بره و منم بتونم لبخند بزنم. اگه من جای یکی از این بچه‌ها بودم، سخت دلم میخواست با خوشحالی به اون آینه نگاه میکردم. سخت، ولی امیدوار میموندم. امیدو همیشه داشتم به قدر نداشته هم و شاید بیشتر. اگر نمیدانید که در روزهای ای پرنده به پنجره باز میگردد،